سیروس نهاوندی اسب تراوای سباک اسب تراوا اشاره به اسبی چوبین است که با استفاده از اون قلعه شکست ناپذیری که با محاصره و جنگ سقوط نمی کرد در هم شکست. دشمن دوز و کلک چید و با اون اسب چوبین که نفرات خودش درون اون قایم شده بود به قلعه نفوذ کرد و همه رشته ها را پنبه کرد. در خدمت به سواک و ضربه زدن به مبارزین میهنمون، جدا از حسین یزدی فرزند دکتر مرتضی یزدی از رهبران حزب توده و امثال مسعود بطحایی و محمد توکلی خواه، نقش عباس شهریاری و سیروس نهاوندی بسیار برجسته است. در مورد عباس شهریاری من پیشتر یک ویدئو با عنوان عباس شهریاری جاسوس هزار چهره سواک ارائه دادم که در یوتیوب موجود است. همچنین در ویکی‌پدیا مقاله مربوط به وی را نوشتم. سیروس نهاوندی جدا از مقاله آقای محمد حسین خسروپناه، آقایان حمید شوکت، ایرج کشکولی، محسن رضوانی، مهدی خانبابا تهرانی، کوروش لاشایی، سیامک لطف‌اللهی، رضا نعمت‌اللهی، هادی و حمید گرامی فرد، علی حسینی و سفر قهرمانی صحبت کردند. همچنین آقای ناصر رحمانی نژاد در مقاله قورباغه ابو عطا می‌خواند به سازمان انقلابی و سیروس نهاوندی اشاره می کنند. تهرانی، بهمن نادری پور، بازجوی سواک هم در مورد سیروس نهاوندی در دادگاهش حرف زد. خوشبختانه آقای باقر مرتضوی نویسنده کتاب سیاوشان تحقیق مفصلی در مورد سیروس نهاوندی نموده و من ضمن قدردانی از ایشان بسیار خوشحالم، چون با تلاش های این چنین از حلقات مفقوده تاریخ معاصر ایران رازگشایی می شود. متاسفانه اونچه از زبان آقای پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه آمده نکته تازه‌ای ندارد. سربازوی سواک عضدی محمد حسن ناصری هم که از ریز جریان سیروس نهاوندی با خبر بود دیگر زنده نیست و آقایان حسین زاده، رضا عطارپور و رسولی ناصر نوذری هم تا کنون در مورد سیروس نهاوندی و موارد مشابه چیزی ننوشتند. اشارات من بسیار ناچیز است و از نارسایی اون پوزش می خواهم. تشریح دقیق این گونه مسائل
از عهده کسانی برمی آید که کار سازمانی و تشکیلاتی نمودند و به طور خاص با سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور و نیز سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران آشنا و نزدیک بودند. سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران که سیروس نهاوندی در اون فعالیت می‌کرد و در آذر سال 1350 بر سر زبان‌ها افتاد، در شمار تشکل‌های مبارز و انقلابی ایران بود. از سال 52 به بعد و بعد از فرار ساختگی سیروس نهاوندی از زندان بود که با دسیسه روبرو شد و با نام ساواک ساخته سازمان آزادی بخش خلق‌های ایران به شکار مبارزان و فعالان سیاسی پرداخت. پیشتر نامش سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران بود. اعضای سازمان مزبور با احساس و پرشور بودند و انسان‌های شریف و دردمندی آن را همراهی می‌کردند که تعدادی از آنها در قید حیات هستند. شماری از اعضای سازمان انقلابی و سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران در زندان با ساواک و عمالش زاویه و فاصله داشتند. همه به ساز ساواک نرقصیدند. سیروس نهاوندی هم که پیشتر از اعضای سازمان جوانان حزب توده بود و با تشکیل سازمان انقلابی به اون پیوست، اگر شور آزادی خواهی و عدالت جویی نداشت، می توانست در ناز و نعمت در خارجه بماند و کیف دنیا را بکند. اما وی مبارزه با ستمگران را پیشه کرد و از قضا اعتراض به حقش به خوشنشینان این بود که باید به داخل کشور رفت و در غم و شادی مردم ایران شرکت نمود. بله، در آغاز او چرکالوده نبود و مگر ممکن است آدمی یک بعد از ظهر مثلا چپک بزند و آلوده شود؟ آلودگی پروسه می خواهد. درست است که وی آلوده شد و ساواک از او اسب تراوا ساخت، نردبان ساخت و جنایت کرد. اما در آغاز، در شرایطی که خیلی ها سرشون در لاک روزمرگی و منافع شخصی بود، با انگیزه آزادی خواهی و خدمت به مردم محروم، به رفاه و زندگی پوش کرد و پا به مبارزه گذاشت. او وقتی کتاب تجربیات جنگ چریکی در شهر را با استفاده از نوشته های انقلابیون آمریکای لاتین در مورد جنگ چریک شهری تنظیم می کرد، از زندگی چخبختیاری و علکی خوشی گسیخته بود. برای آشنایی با سیروس نهاوندی میباید به روند تشکیل سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور و همچنین به سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران آشنا باشیم. از پاییز سال 1338 تا زمستان 1339 رویارویی چین و شوروی زبان زد شد و بعد از سال 1341 که رابطه اون دو کشور حسابی شکراب شد، در همه جای جهان کمونیست ها را تحت تأثیر قرار داد. کمونیست های ایرانی نیز به اون واقعه واکنش نشان دادن. گروه وسیع از حزب توده کنار رفته جانب چین و نظریات ماو تسونگ را گرفتن. این گروه که بیشتر در اروپا و آمریکا ساکن بودند و پرویز نیکخواه نیز در شمار آنها بود، به خارج نشینان راحت طلب که دائم دم از انقلاب کمونیستی در ایران می‌زدند معترض بودند. چرا به داخل کشور و میان مردم نمی‌روید و چرا اونجا فعالیت نمی‌کنید؟ این عده خودشان به تدریج به ایران آمدند و سال 1342 در داخل کشور به سازماندهی و تشکیلات پرداختند.
در 22 فروردین سال 1344 که خبر ترور ناموفق شاه توسط سرباز گارد شاهنشاهی همه جا پیچید، ساواک اون را به همین گروه که به ایران آمده بودن و پرویز نیکخواه هم جزوشون بود نسبت داد و آنان را دستگیر کرد. واقعش این است که پرویز نیکخواه هم در آغاز شور آزادی خواهی و خدمت به مردم داشت. با ادامه تنش بین چین و شوروی، عده‌ای از معترضین حزب توده در آذر سال 43 در تیرانا پایتخت آلبانی گرد آمده و زمینه های تشکیل یک سازمان مارکسیستی لنینیستی مستقل از حزب توده را مورد توجه قرار دادند. در این جلسه که به کنفرانس اول موسوم شد، سیروس نهاوندی، مهدی خانبابا تهرانی، کوروش لاشایی، محسن رضوانی، محمود مقدم، بیژن چهرازی و عده دیگه شرکت نمودند و جدایی خودشون را از حزب توده پی ریختن. اونها کتاب دولت و انقلاب لنین را هم با پیشگفتاری که به طور ضمنی جانب ما او را می گرفت منتشر کردند و ارتباط با حزب کمونیست چین در دستور کار قرار گرفت. برای برقراری ارتباط با حزب کمونیست چین، سال 43 سازمان انقلابی حزب توده محسن رضوانی، مهدی خانبابا تهرانی، محمود مقدم و کوروش لاشایی را با گذرنامه‌های جعلی به اون کشور فرستاد. اونها با نمایندگان حزب کمونیست تماس گرفتند و با تشریح نقطه نظرهای خودشون خواهان کمک شدند و قرار شد حزب کمونیست چین کمک های مالی و منابع تئوریک در اختیارشون بگذارد و اعضای سازمان را برای آموزش های تئوری و عملی یاری دهد. قطع رابطه سیاسی چین با آمریکا، شخصیت ماو و ضدیت آشکارش با رفتار خروچف در شوروی، اینها همه ایجاد کنجکاوی میکرد. از سوی دیگر فیدل کاسترو و یارانش در کوبا به پیروزی رسیده بودند و جنگ های نامنظم شهری و روستایی او بر سر زبان ها بود. همه جا صحبت از روش کوبا و راه کاسترو می شد. سازمان انقلابی حزب توده نیز شعارهای خودش را بر مبنای تعالیم ماو و کاسترو تهیه کرد و به میان جوانان ایرانی به خصوص کنفدراسیون برد. در فاصله سالهای 1344 تا 46 شماری از اعضای سازمان انقلابی برای طی دوره‌های چریکی رهسپار چین شدند و حدود 6 ماه ماندند. کوروش لاشایی، ایرج کشکولی، بیژن قدیمی، علی شمس، سیاوش پارسا نژاد، محمود صادقین، محسن رضوانی، موسی رادمنش، علی کایبی، سیامک لطف‌اللهی، خسرو صفایی، پرویز نعمان، مهدی خانبابا تهرانی، همایون قهرمان، بیژن حکمت، اکبر ایزد پناه، پرویز واعظ‌زاده، هاشم هاشمی قوچانی، خسرو نراقی، علی صادقی و چند نفر دیگه و به خصوص سیروس نهاوندی، اینها ره سپاره چین شدن. دو نفر از اعضای کادر رهبری به کوبا هم رفتند و در ملاقات با کاسترو موافقت وی را برای تأمین هزینه و تعلیمات چریکی یک عده از اعضای سازمان جلب نمودند و در نتیجه محسن رضوانی، عطاپور، عطا کشکولی، گودرز برومند، گسیوز برومند، حسن قاضی، علی صادقی، پرویز واعظ‌زاده، محمود جلایر، سیاوش پارسانیجاد، علی کایبی چارمحالی، سیامک لطف‌اللهی، اینها سال 1345 به کوبا اعزام شدند و گویا خانم ویدا حاجبی هم مترجم اونها بوده است.
در اونجا با برخوردهای خشک مسئول نظامی که قصد دادگاهی کردن شماری از آنان را داشته روبرو می شوند و این موضوع محل بحث و نزاع قرار می گیرد که آیا در مشی کوبا منطق توفنگ حکومت می کند یا منطق ایدئولوژی و آیا اصلا می توان شرایط کوبا را به شرایط ایران یکی دانست؟ آیا رفتن به کوبا واقعا ضروری بود یا یک ماجراجویی چپروانه است؟ این گونه مباحث بین افرادی که به چین رفته بودند نیز پیش آمده بود و بخشی از آنها عقیده داشتند شرایط ایران و چین به کلی با هم فرق دارد. به کنفرانس اول در تیرانا پایتخت آلبانی اشاره کردم. از کنفرانس دوم سازمان انقلابی که تابستان سال 1346 در حوالی بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد هم یاد کنیم که غلام حسین فروتن و عباس سقایی از اعضای کادر رهبری حزب توده که انشعاب نموده بودند در آن شرکت داشتند. احمد قاسمی هم از حزب توده با اون دو جدا شد و به سازمان انقلابی پیوست، اما در کنفرانس بروکسل شرکت نداشت. از دید اون سه نفر یعنی فروتن و قاسمی و سقایی، خروچف در شوروی دست به کودتا زده بود تا مشی استالین را به انحراف بکشاند. در نشست بروکسل گفته شد کمیته مرکزی حزب توده باید عوض شود و سنن انقلابی حزب احیا گردد. البته نظر غالب این بود که حزب توده اصلا حزب طبقه کارگر نیست، خصلت‌های انقلابی ندارد که بخواهد یا بتواند احیا شود. باید اول چنین حزبی را ایجاد کرد. به تدریج از درون و برون سازمان انقلابی تنظیم رابطه سازمان با چین زیر سوال رفت و گفته شد ایران مثل چین قبل از روی کار آمدن کمونیست‌ها نیمه مستعمره نیمه فئودال نیست و الگو گرفتن از روش اونها بیجاب و غیر منطقی است. شرایط کوبا هم با شرایط ایران یکی نیست. این گونه مباحث به انشعاب سه نفری که از رهبری حزب توده جذب سازمان انقلابی شده بودند انجامید و آنان بعداً سازمان مارکسیستی لنینیستی طوفان را برگزیدند. از انشعاب های دیگر در سازمان انقلابی مثل گروه محمود مقدم یعنی محافل مارکسیست های ایرانی و دسته 12 نفری هاشم هاشمی قوچانی و گروه کادرها که به خلال طلبان نامیده شدند می‌گذاریم. اختلاف نظر در کادر رهبری سازمان انقلابی به جدایی سیروس نهاوندی هم کشید. او تصمیم گرفت به داخل کشور برود. بعداً به اون می‌رسیم. چند واقعه رو اشاره کنم تا مشخص بشه که چگونه اعضای سازمان انقلابی واقعا تلاش میکردن کاری برای میهنشون بکنن. مردم و میهن خودشون رو دوست داشتن و برای تغییر شرایط به هر دری میزدن. بعد از اصلاحات ارضی در ایران که واکنش زمینداران بزرگ را برانگیخت، گروهی از فئودال‌ها در ایالات جنوبی کشورمون یک سلسله آشوب‌های مسلحانه را دامن زدند که البته در سال 43 سرکوب شد، ولی درگیری‌های پراکنده در کوهستان‌ها و دهات دورافتاده برخی مناطق جنوبی ایران ادامه داشت. سازمان انقلابی با خیال اینکه در جنوب ایران یک شورش دهقانی در جریان است یا به امید اینکه یک شورش دهقانی در جریان است، تعدادی از اعضای خود را که در چین دوره دیده بودند به ایران فرستاد. این عده بعد از تماس با شماری از افراد مسلح دریافتند که شورش جنوب یک مقاومت فئودالی است در قبال اصلاحات ارضی و تعدادی سارق مسلح هم بر آن سوار شدند و به مردم بی پناه در روستاهای ایران صدمه می زنند. در پی این جمع‌بندی که البته واقعی بود،
اونها به اروپا بازگشتند. سازمان انقلابی به فعالیت‌های مسلحانه در مرز ایران و عراق هم توجه نشان می‌داد. اما بعدها معلوم شد اون فعالیت‌ها از اساس با مقاومت مسلحانه مردمی و با آزادی خواهی بیگانه است. سال 47 تعداد کمی از کردهای ایران به اتهاماتی از قبیل قاچاق و خلاصه دلایل غیر سیاسی تحت تعقیب بودند. اونها به عراق رفته و با تجهیزات عراقی گاه به عملیات ایذایی دست می زدن. این وقایع با مقاومت انقلابی امثال ملا آواره و قادر شریف همراه شده بود. سازمان انقلابی برای سازماندهی عملیات مسلحانه کردها و ایجاد یک کانون شورشی، کوروش لاشایی، علی صادقی، سیاوش پارسانژاد، خسرو صفایی، عطاپور، حسن آقایی کشکولی و پرویز واعظ‌زاده را به عراق فرستاد تا با افراد مسلح کرد دیدار کنند. آنها مداوای زخمی ها و آموزش چریکی اعضا را در دستور کار خود داشتند. 5 ماه هم در منطقه میمانند، اما کم کم به این نتیجه میرسند که در تشخیص خود اشتباه کردند و کسانی را که انقلابی فرض میکردند از جنس قادر شریف و ملا آواره نیستند. برخلاف اونها خلافکار و سارق مسلح هستند. در این زمان در رابطه با چین هم اتفاقات پیشبینی نشده پیش آمد و سازمان انقلابی را با مشکل مواجه ساخت. سازمان انقلابی یکی از نوشته های معاون ماو را به نام لین پیاو چاپ کرده بود. اسم اون کتاب بود زنده با جنگ توده‌ای. بعد در مقدمهش خیلی تعریف کرده بود از لین پیاو، ولی کمی بعد در چین اعلام شد لین پیاو خائن است، ضد انقلابی است، همواره ضد انقلابی بوده است. غیر از این سال 50 چینی ها کمک های مالی خودشون رو به سازمان انقلابی قطع کردند و رژیم چین با رژیم شاه کنار اومد و سازمان انقلابی را به هچل انداخت. این وسط عده‌ای با اشاره به تایید سیاست داخلی و خارجی ایران به وسیله ماو زبانشون باز شده بود که سازمان انقلابی باید به تبعیت از نقطه نظرهای فکری و اعتقادی پیشین در قالب انقلاب شاه و مردم و تحت رهبری اعلی حضرت شاهنشاه ایران به ادامه فعالیت بپردازد و اگر سازمان انقلابی واقعا در نظریات خود صادق است، مورد دیگری برای مخالفت با حکومت ایران باقی نمیماند. چین دولت ایران را تایید میکند. سازمان انقلابی یک کمیته تحقیق تشکیل داد و قرار شد عده‌ای راهی ایران بشوند و با توجه به شرایط داخل کشور مسائل را بررسی کنند. سیاوش پارسانژاد و پرویز واعظ‌زاده به ایران رفتند. جزء اولین نفرات بودند. پارسانژاد با ورود به ایران و مشاهده اوضاع نتیجه گرفت که شرایط کشور بعد از اصلاحات ارضی عوض شده و گفت اون چی که ما در خارج از ایران درباره کشورمون فکر میکردیم ذهنی است. رفت خودشو به مراجع مسئول معرفی کرد و علیه نظرات پیشین خودش و دوستاش مصاحبه کرد. اما پرویز واعظ‌زاده این نظر را نداشت و معتقد بود باید با رژیم مبارزه نمود و اقدامات ضد انگیزه‌ایش را افشا کرد. این اصلاحات هم کندی خواسته است. میدونیم که واعظ‌زاده از سال 1350 دست به تشکیل یک سازمان مخفی کمونیستی در ایران زد که از جمله همراهانش معصومه توافچن بود. بگذاریم. بعدن کوروش لاشایی هم به ایران رفت و حدود 8 ماه به صورت مخفی شرایط را مطالعه میکرد و سرانجام قانع شد که اصلاحات ارضی مفید بوده است و میبایست با رهبری شاه به فعالیت پرداخت.
اون ضمن معرفی خود به مقامات امنیتی در سال 1352 در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی نقطه نظرهای جدید اعتقادی خودش را بیان کرد. لقب مرتد گرفت، اما زندگیش با فداکاری همراه بود و خاطرات و گفته‌هایش با حمید شوکت نشان می‌دهد مردم و میهنش را دوست داشته است و نمی‌توان به راحتی فلی قضاوت کرد. برگردیم به سیروس نهاوندی. سیروس نهاوندی به مطالعه بسیار بها می‌داد و درباره او می‌گویند تئوری می‌دانست و با خوشنشینی و عافیت‌جویی هیچ میانه نداشت. من پیشتر اشاره نمودم که با تداوم اختلاف نظر در کادر رهبری سازمان انقلابی، سیروس نهاوندی هم سفره خودش را جدا کرد. وی تحت این عنوان که رهبران سازمان انقلابی افراد راحت طلب و مقام پرست هستند و در اروپا نشستند و شعار انقلابی می دهند و به عشرت طلبی و عیاشی مشغولند، از آنها جدا شد و به داخل کشور رفت و گروه مارکسیستی سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران را سازماندهی نمود. شمار دیگری از اعضای سازمان انقلابی، محمود جلایر، اکبر عزت‌پناه و کوروش یکتایی هم به ایران رفتند و به گروه او پیوستند. نهاوندی در ایران به کمک ایرج ابراهیمی از اعضای سازمان انقلابی که در دوره آموزشی چین با هم بودند، رحیم بنانی را برای همکاری جلب نمود و رحیم نیز نعمت الله داوود ایوز محمدی را معرفی کرد. آنها هسته اولیه گروه را تشکیل می دهند و شروع به عضوگیری می کنند. گروه در ابتدا از خط مشی سازمان انقلابی حزب توده پیروی می کرد، اما کسانی بودند که در مورد شیوه مبارزه سازمان انقلابی که ایران را نیمه مستعمره نیمه فئودال می دانست اختلاف نظر داشتند. سازمان انقلابی به این عقیده بود که به دلیل تسلط دیکتاتوری بر شهرها و افت جنبش کارگری، سازمان‌های مارکسیستی لنینیستی باید پایگاه فعالیت خودشون رو به دهات ببرند، چون اونجا دیکتاتوری حاکم تسلط کمتری دارد. بعد به سبکی که کاسرو و یارانش در کوبا پیاده کردند، از طریق کانونهای چریکی مبارزه با رژیم شاه را دنبال کنند و تا محاصره شهرها از طریق روستاها پیش بروند. بیشتر اعضای گروه این شیوه مبارزه را ماجراجویان ندانسته و نمیپذیرفتند. اونها معتقد بودند که واقعیات عینی و ویژگی های ایران با تز مذکور جور در نمیاد. البته در جلسه کادرهای خارج از کشور هم نظریه کانون چریکی و الگوبرداری از انقلاب کوبا رد شده بود، اما مشی مبارزه مسلحانه توده‌ای مطابق الگوی انقلاب چین در دستور قرار داشت. به درخواست سیروس نهاوندی قرار شد یک نفر از رفقای خارج برای ارائه گزارش به داخل برود و سال 1346 سازمان انقلابی مجید زربخش را در این رابطه به ایران فرستاد تا او علاوه بر ارائه گزارشی از جلسه کادرها به سیروس نهاوندی و گروهش در بازگشت به اروپا، سازمان انقلابی را از وضعیت ایران و چگونگی فعالیت رفقایی که تا اون تاریخ به داخل کشور رفته بودند آگاه سازد. زربخش به ایران رفت، با نهاوندی هم ملاقات کرد و در بازگشت گفت نهاوندی و دوستاش انگار گروه جداگانه تشکیل دادند. اونها به مبارزه چریکی شهری تمایل دارند و دیدشون با نظرات سازمان انقلابی مبنی بر جنگ توده‌ای و تدارک انقلاب از راه روستا هم تفاوت دارد. بگذاریم. گروه نهاوندی از تصمیم هیئت اجرایی سازمان انقلابی برای انتقال کادرهای سازمان به کردستان و پیوستن به مبارزه مسلحانه گروه شریفزاده معینی که تصور شده بود مبارزه مسلحانه توده‌ای را آغاز کردن حمایت نمود و در همین رابطه اوایل بهار 47 حاری گرامی فرد
از سوی رهبری گروه نهاوندی به مهاباد رفت تا با گروه شریفزاده معینی تماس بگیرد. اما او وقتی به مهاباد رسید، شریفزاده و معینی کشته شده بودند و رژیم جسد ملا آواره را نیز در میدان شهر مهاباد به نمایش گذاشته بود. اعضای سازمان رهایی بخش به اشکال گوناگون روی جامعه ایران مطالعه عملی میکردند. تبلیغ و ترویج روستایان و فراهم کردن امکانات لازم برای استقرار پایگاه انقلابی در روستا و تدارک جنگ توده‌ای از اهداف گروه سیروس نهاوندی بود. برای این منظور گروه او از سال 1347 تعدادی از اعضای خود را در روستاها به کار گرفت. سال 48 وضعیت کار و معیشت روستایان را در حدود 3 روستا در خراسان، آذربایجان، گیلان، فارس و کرمان مطالعه کرد و با اجاره کوره آجرپزی و کار کردن برخی از اعضای سازمان در اونجا و نیز در معادن زغالسنگ سعی نمود به شرایط کار و زندگی کارگران کوره پزخانه ها و حاشیه نشین ها پی ببرد. همچنین در بین اونها به تبلیغ یا اگر میتواند به عضوگیری دست بزند. بررسی شرایط زندگی و کار کارگران معدن زغال و کوره های آجرپزی و ساکنان مناطق حاشیه شهرها نشان داد تحلیل آنها واقعی نیست. آنها نتیجه گرفتند که جامعه ایران در وضعیت نیمه مستعمره نیمه فئودال قرار ندارد و تحلیل و مشی سازمان انقلابی و واقعیت‌های عینی جامعه ایران خوانایی ندارد. البته برخی اعضا همچنان از همین تز نیمه مستعمره نیمه فئودال و محاصره شهرها از طریق روستاها دفاع می‌کردند. سال 48 از سوی گروه سیمین نهاوندی، خواهر سیروس، برای ملاقات با اعضای هیئت اجرایی سازمان انقلابی راهی اروپا می‌شود تا از هیئت اجرایی سازمان انقلابی بخواهد رهبری و کادرهای اون سازمان به ایران بیاید و با استفاده از امکانات عملی که گروه فراهم نموده در ایران با رژیم شاه مبارزه کنند. و چون هیئت اجرایی سازمان انقلابی آمادگی یا امکان اون را نداشت که در مدت زمانی که سیروس نهاوندی در نظر داشت به ایران بازگردد، گروه سیروس نهاوندی راه خودش را به طور کلی جدا کرد، اما رابطهش را با سازمان انقلابی قطع قطع نکرد. برای تامین منابع مالی ابتدا قرار گذاشتند اعضا وسایل خانهشون را یا اون چرا که دارند بفروشند، اما این سوء زن ایجاد میکرد. به همین دلیل عملیات سرقت بانک بررسی شد و تهاجم به بانک ایران و انگلیس در خیابان تخت جمشید که الان خیابان طالقانی هست تصویب شد. گفته شد که بانک ایران و انگلیس نزدیک به 10 میلیون پول نقد در گاف صندوقش داره، وابسته به استعمار انگلیسه، سرقتش اثر تبلیغاتی داره و به خصوص چون نزدیک کلانتریز از قضیه مناسب تره، چون پلیس به فکرش نمیاد که اینجا ممکنه زیر گوشش اتفاق بیفته و بانک های دورتر را بیشتر زیر نظر داره. گروه نهاوندی فقط تعدادی بمب دستساز و یک اسلحه کمری داشت، اسلحه‌ای که با باروت سیاه پر می شده و فقط صدا داشته است. قرار بود رحیم بنانی، ایوز محمدی، اکبر ایزدپنا و احمد گیفانی صورت خود را بپوشند و وارد بانک بشوند. بلا فاصله گیفانی پرده جلوی پنجره بانک را بکشد تا از خیابان و پیاده روی بیرون داخل بانک دیده نشود. بعد رئیس بانک را با تهدید وادار کنند گاف صندوق را باز کنند، موجودی گاف صندوق را بردارند و چیم بشوند. محمود جلایر و سیروس نهاوندی هم نزدیک بانک آماده بودند در صورت نیاز از 4 نفری که وارد بانک شدن پشتیبانی کنند. کوروش یکتایی هم کمی اون طرفتر در پوشش دست فروش آماده بود
اگر لازم شد بمبی را منفجر کند. اونها از پیش خیلی تمرین میکنند و بعد اتومبیل پیکانی را هم که در بلوار الیزابت، بلوار کشاورز کنونی پارک شده بود میدوزدن، پلاکشان با پلاک جعلی دستساز عوض میکنند. روز موعود فرا میرسه، پنجشنبه 23 تیر 1348. 5 دقیقه قبل از ساعت 12 که بانک تعطیل می شده، از نظر اونها وقت مناسبی بوده، چون دیگه کسی به بانک مراجعه نمی کرده و گروه برای خالی کردن گاوصندوق فرصت کافی داشته. وقتی اون 4 نفر وارد بانک می شن، برخلاف برنامه ریزی قبلی، گیفانی دست پاچه میشه، یادش میره پرده رو بکشه و چون فکر میکنن حالا ممکنه کسی اونا رو ببینه و به پلیس خبر بده، از خیر گاوصندوق میگذرن و فقط موجودی اون باجه ها را که حدود 300 هزار تومان بوده برمیدارن و دگر رو. اول پیکان رو در خیابون ویلا رها میکنن، ولی بعدا میترسن که از طریق انگشت شناسایی بشن، دو رو بعد بر میگردن میبرن بیرون شهر آتش میزنن. سعی میکنن اعلامیه این منتشر نکنن تا پلیس اونو فکر کنه یک سرقت عادیست و نه سیاسی. سرقت از بانک ایران و انگلیس اولین سرقت مسلحانه از بانک های ایران با انگیزه سیاسی بود. پرویز ثابتی گفته است همون روز هویدا به من گفت خب ما هم جز کشورهای مترقی شده ایم که به بانک ها حمله می کنن. بگذر. گروه با پول بانک در تربت جام یک مؤسسه کشت و صنعت و در نزدیک ارومیه یک گاوداری راه می اندازد و از اون به بعد هزینه ها و مخارج گروه از طریق این دو واحد اقتصادی تأمین می شود. در هر دو واحد عده از اعضای گروه مشغول به کار می شن و در این حال وضع مالکیت زمین آب، درآمدهای اصلی و متفرقه، سطح درآمد، سطح بهداشت، سواد و اوضاع و احوال روستاهای اطراف خودشون را مورد مطالعه قرار میدن. کوروش یکتایی و حمید گرامی فرد و ابوالفضل موسوی در گاوداری کار میکردن. برخی از اعضای گروه مثل یوسف اسدی برای حضور در روستا و تبلیغ و ترویج روستایان به صورت فردی در برخی روستاها مغازه هایی مثل تعمیر رادیو باز میکنه. گروه نهاوندی که در پی استقرار پایگاه انقلابی در روستا و آغاز جنگ توده‌ای بود، بعد از سرقت از بانک تعدادی هم اسلحه و مهمات میخره. بعد که دستگیر میشن داستان میگه که 30 قبضه اسلحه کمری، 2 قبضه مسلسل، 1 صندوق دینامیت، 1 جعبه چاشنی و 50 متر فتیله برای 1000 دینامیت در اختیار داشتن. خب به تدریج فکر میکنن که خوبه که اعلام موجودیت کنن و فکر میکنن که چجوری. قرار میشه که سفیر ایالات متحده رو که 16 مهر 1348 وارد تهران شده بود، داگلاس مک آرتور دوم، اونو برو باین و اعلامیه موجودیت خودشون رو پخش کنن و در ضمن او رو با عده از زندانیان سیاسی مبادله نماین. متاسفانه در بعضی منابع به اصطلاح دانشگاهی متعلق به آمریکا و حتی در ویکی‌پدیای انگلیسی در مقاله مربوط به مجاهدین خلق، روبودن داگلاس مک آرتور را پای مجاهدین گذاشتند که غلط است. کار گروه سیروس نهاوندی بود این ربایش ناموفق. خب بی تردید ربودن سفیر آمریکا در تهران بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. رهبری سازمان به تدریج امکانات لازم برای عملیات را فراهم می‌کند.
سیمین نهاوندی خواهر سیروس با شناسنامه جعلی دو تا اتومبیل کرسلر و شولت میخره. برای محل نگهداری سفیر آمریکا رحیم بنانی با شناسنامه جعلی یه خونه ویلایی در خیابون ظفر با اجاره ماهی 2200 تومان که اون زمان خیلی زیاد بود اجاره میکنه. رحیم بنانی و یوسف اثری در اون خونه مستقر میشن، اتومبیل رو میبرن اونجا. بعد قرار میشه که رحیم بنانی یک از ثروتمندان ایران مثلا باشه و یوسف نوکر و باغبان او. هر وقت بنانی از خونه میرفته بیرون و باز میگشته، یوسف اسدی در حیات رو باز میکرده و میبسته یا همچنین در اتومبیل وقت سوار و پیاده شدن. گروه اعلامیه‌ای رو که قرار بود بعد از ربودن سفیر پخش کنن آماده میکنن و 2000 نسخه هم تکثیر میکنن و ایدئولوژی، مواضع سیاسی و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خودشون را، یعنی سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران را، در این اطلاعیه توضیح میدن. البته به علت ناکام موندن عملیات ربودن سفیر آمریکا این اعلامیه منتشر نشد و بعدها به دست سراک افتاد. سیروس نهاوندی پیش از واقعه با سفیر یمن هم گفتگو می کند و او قول می دهد که بعد از گروگانگیری نقش میانجی را با رژیم شاه بازی کند. خلاصه در نیمه شب 9 آذر 1349 عملیات ربودن داگلاس مک آرتور دوم انجام می شود. سفیر ایالات متحده به همراه همسرش به مهمانی شام در منزل امیر اسدالله علم می رفتن. به حدود ساعت 12 شب از خونه علم بیرون می اومدن و راهی سفارت خونه آمریکا می شدن. قرار بر این بود که با اتومبیل از جلو و عقب راه بر اتومبیل سفیر بسته بشه. افراد عمل کننده به سرعت پیاده بشن، بلافاصله یک نفر یک سطل رنگ بر شیشه جلو اتومبیل سفیر بپاشه تا دید راننده گرفته بشه. بعد یه نفر دیگه با تبر شیشه پنجره را خرد کنه و با تهدید اسلحه سفیر را از اتومبیل سفارت پیاده کرده سوار اتومبیل خودش بکنه و با سرعت از محل دور بشه. در خیابان ظفر سیمین نهاوندی با اتومبیل راه را بر اتومبیل سفیر می‌بندد و منوچهر نهاوندی با فاصله نیم متر پشت اتومبیل سفیر می‌ایستد. اکبر ایزدپناه، ایوز محمدی و سیروس نهاوندی به سرعت پیاده می‌شوند، اما بدون اون که سطل رنگ را بر شیشه اتومبیل سفیر بپاشند، ایزدپناه با تبر شیشه پنجره را می‌شکند. تبر می‌افتد توی ماشین. ایوز محمدی اسلحه را به طرف مک آرتور میگیره و از اون میخواد پیاده بشه. در همین موقع راننده سفیر با استفاده از فاصله که بین اتومبیل سفیر و اتومبیل منوچهر نهاوندی بوده دنده عقب میگیره، به شدت به اتومبیل وی میزنه و با سرعت از بین دو اتومبیل فرار میکنه. ایوز محمدی برای متوقف کردن راننده شلیک میکنه، اما دیر شده بود و راننده چیر میشه. بعد از این واقعه به خاطر حساسیت موضوع رژیم تمام نیرویش را میگذارد تا تعطوی قضیه را سر در آورد و مسببین را دستگیر کند. در برخی منابع آمده است که ربودن سفیر آمریکا ساختگی و نقشه ساواک بوده است که درست نیست. البته دستگیری اونها تقریبا 1 سال بعد طول میکشه. اواخر سال 49 جلسه کادرهای سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران با شرکت سیروس نهاوندی، اکبر ایزدپناه، نعمت الله عوض محمدی، منوچهر نهاوندی، سیمین نهاوندی، رحیم بنانی، احمد اسماعیل زاده، هادی گرامی فرد و کوروش یکتایی تشکیل میشه و موضوع اصلی جلسه همون مسئله قدیمی است. آیا جامعه ایران بالاخره نیمه مستعمره نیمه فئودال هست یا نیست؟
پاسخ این پرسش استراتژی و خط مشی سازمان رو تعیین میکرد و اونها میتونستن به پرسش هایی از این قبیل پاسخ بدن که فعالیت اصلی ما تو روستا باشه یا تو شهر، مشی مسلحانه رو پیش بگیریم یا مشی سیاسی رو. دو طرف اصلی بحث ایوز محمدی و عزت پناه بودن، بقیه هم کم و بیش وارد میشدن. قرار میشه بار دیگه تاریخ و جامعه ایران رو بررسی کنن و در اردیبهشت 1351 دوباره دور هم جمع بشن و جمع‌بندی نهایی بکنن. اما پیش از این تاریخ در آذر 1350 ساواک تور خود را پهن کرده بود. با گزارش یکی از کارمندان ساواک که خانه در کوی گلستان وجود دارد و دو تا جوان به این خونه رفت آمد میکنن و اغلب هم میرن کوه، تعقیب و مراقبت آغاز میشه و مامورا به خانه دیگری در این رابطه که در جمشید آباد بوده و گویا خود سیروس نهاوندی با خواهرش و دختر عمش ماه سلطان نهاوندی زندگی میکردن میرسه. محل زندگی اکبر عزت‌پناه را هم میدونستن. البته موارد مشکوکی بوده که نشون از تعقیب و مراقبت ساواک میداده، اما اعضای گروه جدی نمیگرفتن. خلاصه سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران ضربه میخورد و تعداد زیادی از جمله سیروس نهاوندی دستگیر میشن. تک و توکی مثل یوسف اسدی هم میگریزند. افراد دستگیر میشن و به زیر شکنجه میروند. کم کم ساواک از سیروس نهاوندی نردبان می سازد. اونطور که بهمن نادری پور تهرانی باجوی ساواک در دادگاهش گفت، او روزی در سال 1351 متوجه میشه که سیروس نهاوندی با او کار داره. تهرانی میگه من به دیدن او به اوین رفتم و پس از مقداری صحبت‌های متفرقه او گفت حاضرم با ساواک همکاری کنم و اطلاعاتی دارم که در اختیار شما بدهم. اطلاعات من خدمت بزرگی محسوب میشود، ولی در عوض خواهش میکنم ارفاقهایی در مورد خانواده و دوستانم صورت گیرد. من به او گفتم که من در حدی نیستم که چنین قولی بدهم. بنابراین این اظهارات او رو گزارش کردم. مقامات ساواک با تقاضای نهاوندی موافقت کردند و او رو در اختیار محمد حسن ناصری یعنی عضدی گذاشتند. بعد سیروس نهاوندی رو به اتاقی در قزلقلعه منتقل کردند و دستور دادن هیچ کس بجز عضدی حق ملاقات و باجوی از او رو ندارد. بعدن که به اصطلاح از بیمارستان فرار کرد، من فهمیدم که با پیشنهادات او دایر بر همکاری و کمک به خانواده و دوستانش موافقت شده است. هنگامی که سیروس نهاوندی به ساواک پیشنهاد همکاری داد، بیش از یک سال از آغاز مبارزه مسلحانه در ایران می‌گذشت و ساواک در صدد برآمد از طریق نهاوندی سازمانی با افکار معتقد به مبارزه مسلحانه به وجود بیاورد تا از طریق اون بتواند در داخل سایر سازمان ها نفوذ کند. با تمایل به همکاری با بازجویان قرار شد مثلا از دست ماموران بگریزد و به شکار سوژه های ساواک بپردازد و اگر می تواند نیروهای فعال خارج کشور را به بهانه تشکیل کنگره مانگره به داخل بکشاند و تور بیاندازد، اسب تراوا باشد. می بایست نهاوندی به نحوی زندان بیرون برود که نه تنها موجب بی‌اعتباریش نشود، بلکه مخالفان رژیم شاه از او به عنوان قهرمان و مبارزی خستگی ناپذیر استقبال کنند. از این رو نقشه فرار او را می کشند و اجرا می کنند. مقامات امنیتی با رضایت خودش و نظارت پزشک ساواک پس از بی‌حسی موضعی به عضله دلتوئید بازوی چپ وی که ترمیم پذیر است تیر زدن تا داستانش را بر تعقیب و گریز سوار کند و پرشور و حماسی جلوه دهد. بعد از شلیک
پزشک گلوله را بیرون آورد و زخم را پانسمان نمود. البته پرویز ثابتی میگوید او را به خواست خودش شلاق هم زدند تا اثرش بماند و او نشان داد تا فرار طبیعی جلوه کند. گویا قبل از فرار ناخن انگشت پای نهاوندی را هم به وسیله پزشک و پس از بی‌حسی موضعی کشیدند تا به یارانش بقبولاند که او شخصی مقاوم است و از هنگامی که دستگیر شده تا موقعی که فرار کرده زیر شکنجه بوده است. پرویز ثابتی گفته مخصوصا به دستش و نه به پای او تیر زده شد. در غیر این صورت رفقای شک میکردن پس او چگونه توانسته در برود. ساعت 6 صبح روز سوم آبان 1351 سیروس نهاوندی از بیمارستان شماره 2 ارتش مثلا فرار میکند و همون روز یا روز بعد در حالی که زخمی شده بود از طریق محوش جاسمی نزد پرویز واعظ‌زاده می رود و جریان فرار خود را برای او و چند روز بعد برای کوروش لاشایی تعریف می کند. ساواک بعد از راسوریز کردن اون به اصطلاح فرار قهرمانانه پدر و مادر نهاوندی را بازداشت می کند و مدتی در زندان قزلقلعه نگه می دارد. در زندان قزلقلعه هم به زندانیان تا توانستن سختگیری کردند و خلاصه سیاه‌بازی کردند و شخصی به نام میانجی محافظ محمد حسن ناصری همون عزودی را هم با جو سواک به عنوان سهل‌انگاری در مراقبت از نهاوندی چند روزی به زندان می‌اندازند. سواک آگاهانه برای دستگیری به حذف واعظ‌زاده که با سیروس رابطه عاطفی داشت و میتونست در برابر تردیدهای احتمالی نسبت فرار وی از او حمایت کنه عجله نمیکرد و در پی ردگیری های تازه بود. بعد از آن فرار کذایی نهاوندی به پیشنهاد و کمک دوستانش نوشته ای با عنوان تجارب فرار از زندان تنظیم نمود و نشریه توده در شماره مخصوص منتشر کرد. هیئت اجرایی سازمان انقلابی که از اردیبهشت 49 به بعد به علت مصاحبه های تلویزیونی و مطبوعاتی عده‌ای از کادرها و اعضاش مثل پرویز میخواه، سیاوش پارسانژاد یا موسا رادمنش زیر فشار محفلها و گروه های سیاسی خارج از کشور بود، با فرار سیروس نهاوندی و تماس او با واعظ‌زاده در صدد برآمد از این فرصت استفاده کند و زیر فشار خارج شود. سازمان انقلابی حزب توده در شماره 33 نشریه ستاره سرخ نهاوندی را به عرش اعلا برد و در جانبداری از او سنگ تمام گذاشت. نهاوندی قهرمان کم کم جا می‌افتد و حسابی نقشش یا به عبارت دیگر طرح سواک برای نفوذ میگیرد. پس از زخم گلوله نهاوندی مخفیانه به عراق میرود و در بخش فارسی رادیو عراق رادیو میهن پرستان صحبت میکند. اونگاه برای ملاقات و مذاکره با هیئت اجرایی سازمان انقلابی به اروپا رفته و با محسن رضوانی تماس میگیرد. عده‌ای در فرار او شک و تردید میکنند اما محسن رضوانی میگوید نهاوندی مبارزی بزرگ است و جانب او را میگیرد. نهاوندی به ایران باز می‌گردد و با ایرج ابراهیمی مجدداً تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد کسانی را که مایل به فعالیت باشند به او معرفی کند. ایرج خودش از سال 47 از گروه کنارگیری کرده بود، فعالیت سیاسی نداشت. با این حال برادرش و همچنین رضا نعمت‌اللهی و علی حسینی را که در ارسنجان محفلی داشتند به نهاوندی معرفی کرده و ارتباط نهاوندی را با آنها برقرار می کند. نهاوندی به همراه اون سه نفر سازمان آزادی بخش خلق‌های ایران را تشکیل می دهد. پیشتر نام سازمانش سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران بود. زمانی که به بانک ایران و انگلیس حمله کردند و برای
ربودن سفیر آمریکا اقدام نمودند. سال 52 یوسف اسدی که از دستگیری ها در امان مونده و متواری شده بود با نهاوندی تماس میگیرد و بار دیگر شروع به فعالیت میکند. حالا تعدادی از ماموران کارکشته سواک برای نظارت و هدایت هرچه بیشتر به پیشرفت کار از طریق نهاوندی وارد تشکیلات مزبور شدند. در خرداد 52 سیروس نهاوندی به فرموده نوشت: ما به مثابه یک سازمان کمونیستی که معتقد به مبارزه مسلحانه است و می داند که انقلاب ایران جز از طریق غرب هرگز پیروز نخواهد شد و معتقد به این اعمال قهرآمیز بوده و اون را درست می دانیم و معتقد هستیم که این خود بخشی از مرحله تدارک جنگ توده‌ای می باشد و باید به اعمال قهرآمیز مبادرت ورزید، برای مبارزه مؤثر با رژیم شاه معتقدیم باید جبهه واحدی از سازمان‌ها و گروه‌های مخالف تشکیل شود. علی‌رغم اهمیت و ضرورت تشکیل چنین جبهه‌ای، اختناق حاکم بر جامعه ایران و سکتریسم گروه‌ها امکان آن را نمی‌دهد که گروه‌ها یکدیگر را بشناسند و با هم مذاکره کنند تا اختلاف‌هایی که بین آنها وجود دارد برطرف شود و جبهه واحد را تشکیل دهند. ما وظیفه داریم گروه‌ها و افرادی را که در ایران مخفیانه فعالیت می‌کنند شناسایی کنیم، با آنها تماس بگیریم و همه را متحد کنیم. معلوم بود که هدف اصلی شناسایی و سپس دستگیری است. همین. نهاوندی می گفت هر عضوی می بایست در گروه های سیاسی در تجمع های دانشجویی و در محل کار نفوذ کند. حتی از دوستان و اعضای خانواده هم گزارش بنویسد. همه این کارها با چنان توجیه سیاسی ایدئولوژیکی همراه بود که هیچ کس شکی به در راه نمی داد و بدون چون و چرا به سر و گوش آب دادن و گزارش نویسی، گزارشاتی که صاف به دست امثال عضدی و رسولی می رسید، ادامه می داد. البته اونها برخلاف خود سیروس نهاوندی که با ساواک در این مرحله چفت و مچ بود، سودای آزادی و عدالت طلبی داشتند. ماهی از سر گندیده بود. اونها از بد حادثه به طور سیروس نهاوندی خورده بودند و بیان که بدانند اسامی و مشخصات بیشتر سمپاتیزان های جنبش انقلابی و بیشتر کسانی را که در محافل دانشجویی و غیر دانشجویی آمادگی عضویت در سازمان های انقلابی را داشتند جمع آوری نموده در اختیار ساواک میگذاشتند و ساواک با تشکیل پرونده برای آنان و تحت نظر گرفتن اونها ضربات هولناکی به نیروهای انقلابی و مبارز می‌زد. نهاوندی گاهی گاه به خانه امن ساواک در خیابان فرح سرفرگی کنونی می‌رفت و با عضدی یعنی همون محمد حسن ناصری و رسولی یعنی ناصر نوذری ملاقات و گفتگو می‌کرد. این دو از بازجویان ساواک بودند. وقتی اعضای گروه نهاوندی با سازمان‌های چریکی تماس می‌گرفتند، ساواک از طریق گزارشی که سیروس نهاوندی به آنها می‌داد، اقدام به دستگیری، ترور و یا تعقیب و مراقبت اعضا و عناصر این گروه‌ها و سازمان‌ها می‌کرد. گروه نهاوندی بدون اون که بداند در فعالیت‌هایش در رابطه با سازمان خود مسئولیت داشتند، ساواک اصلا اونا رو دستگیر نمی کرد. اگر آن گشتی های ساواک و کمیته اشتباها مظنون می شدن و کسی رو دستگیری می کردن، وقتی در کمیته مشترک معلوم می شد که او با گروه نهاوندی ارتباط دارد، به صورتی که شک برانگیز نباشد طرف آزاد می شد. علت این که حتی نزدیکترین افراد به سیروس نهاوندی کمترین شک و تردیدی نسبت به او نداشتن برای این بود که سیروس نهاوندی مثل یک مبارز فداکار و از جان گذشته با تمام وجود فعالیت میکرد. رضا نعمت اللهی در این باره میگوید: من و سیروس برای شرکت در یک جلسه از شیراز به تهران به نوبت رانندگی میکردیم. پس از خاتمه جلسه در تهران بلافاصله به شیراز برمیگشتیم. به شیراز که میرسیدیم
پس از یکی دو ساعت توقف به اهواز می‌رفتیم. در اهواز تا نزدیک صبح جلسه و بحث بود. جلسه که تمام می‌شد، بلافاصله به شیراز برمی‌گشتیم. این وضع ادامه داشت. بارها پیش می‌آمد که در طول یک هفته بیشتر از 8 یا 9 ساعت در رخت خواب نمی‌خوابیدیم. سیروس نهاوندی نزدیک به 4 سال سیاه‌بازی می‌کرد و سازمان‌های مبارز زمان شاه تا مدت‌های مدید دستش را نخواندند. گروه تقیه شهرام تا 23 دیماه 1355 که در خبرنامه خودشون او را افشا کردن از توطئه سواک و نخشبه بی خبر بودن. فدایان و حزب توده و سازمان انقلابی هم همینطور. گرچه گفته شده تردید در فرار او به اطلاع کاظم ذوالانوار عزیز سرمدی و سفر قهرمانی رسیده بود. البته در زندان شکرالله پاکنژاد، بیژن جزنی، حسین رفیعی، برادر مینا رفیعی که قربانی عمل کرده نهاوندی شد و جنباخ، ابوالفضل موسوی که در ایام جنگ مظلومانه بر اثر انفجار موشک عراقی کشته شد و داوود نعمت الله عیوض محمدی روایت سواک را نپذیرفتند. میگویند اونقدر کار نهاوندی گرفته بود که سال 56 وقتی زنده یا سعید سلطانپور در جریان مسافرت به خارج علیه او افشاگری میکند، برخی به او میتازند که نه، نهاوندی قهرمان است. دستگیری و کشته شدن گرسیوز برومند. رضا سلحشور و رحیم پیوان میگویند ما با گرسیوز ارتباط داشتیم و با هم فعالیت میکرد. یک روز گرسیوز به ما گفت من درباره هر گروهی که به سازمانمون گزارش میدم بعد مدت اون گروه ضربه میخوره، حتما یه گوشه کار ما ایراد داره، چون اونها دستگیر میشن ولی منو نمیگیرن. این نشون میده بین ما پلیس هست و گزارشات به دست اون میرسه. سلحشور و پیوان میگن ما هرچی به گرسیوز گفتیم خودتو کنار بکش، این جریان سالم نیست. اما گوش نکرد. برومند و خسرو صفایی موضوع رو با واعظ‌زاده در میان می‌ذارن و به نظر میرسه واعظ‌زاده هم به سیروس نهاوندی میگه. مدتی بعد در اوایل بهار در سال 1355 سواک برومند و صفایی رو دستگیر میکنه. هر دو را به شدت شکنجه می کنند تا بگوین به چه کسی مشکوکند و اگر اطلاعات ناگفته و گزارش نداده ای دارند اون اطلاعات را به دست آورند. سپس اونها را می کشند و در روزنامه 16 اردیبهشت 1355 در روزنامه ها می گن گرسیوز برومند و صفایی در درگیری مسلحانه کشته شدند، حالا که هیچی که از اونها مسلح نبودن، اصلا به مشی مبارزه چریکی اعتقاد نداشتن. 3 آذر 1355 شب یلدا ماموران سواک به دو خانه متعلق به سازمان انقلابی و سازمان رهایی بخش در شهرارا و خیابان وسوق در تهران یورش میبرن. روایت سواک از این واقعه که در روزنامه ها منتشر شد چنین است: پس از مدت تغییر و مراقبت روز سه‌شنبه 30 آذر 55 ماموران به تدریج خانه تروریست‌ها را محاصره کردند و با بلندگو به تروریست‌ها اخطار کردند که چون در محاصره هستند بدون مقاومت خود را تسلیم کنند. اما اونها به جای اینکه تسلیم بشوند از داخل مخفیگاه خود به سوی ماموران تیراندازی کردند، همچنین نارنجک پرتاب نمودند. ماموری به آتش تروریست‌ها پاسخ متقابل داده و طی دو درگیری مسلحانه سرانجام 8 تروریست کشته و 11 نفر دیگر دستگیر شدند. اسامی کشته شدگان: پرویز واعظ‌زاده، رحیم تشکری، ماهرخ خیال، ممکنه اسامی رو اشتباه تلفظ کنم، مینا رفیعی، جلال دهقان، حسن زکیزاده، مسعود صارمی و محمد علی پاریا. چندی قبل از یورش سواک یکی از اعضای سازمان نهاوندی
به او مشکوک شده و شماری از دوستانش را متقاعد کرده بود که میبایست این موضوع را در جلسه بدون حضور و بدون اطلاع نهاوندی تشکیل بدهد. اما خبر تشکیل این جلسه توسط یکی از اعضای گروه به نهاوندی میرسد. در روز موعود ماموران امنیتی رژیم شاه به محل نشست حمله بردند. نقطه از اعضای سازمان راوی بخش خلق‌های ایران در زد و خورد با پلیس جان باختند و 11 تن دیگر به اسارت درآمدند. کادرها و اعضای سازمان آزادی بخش به جز خود سیروس که یک عدد اسلحه از طریق عضدی گرفته بود هیچ کدام مسلح نبودند. نه پرویز واعظاده، نه مهوش جاسمی و نه معصومه فاطمه توافچیان مسلح نبودند. به عبارت دیگه درگیری مسلحانه که در خیابان وسوق و شهرها را در روزنامه ها منتشر شد صحت ندارد. ماموران سواک روز 30 آذر حتی ممکن است شب قبل بدون سر و صدا به خونه خیابان وسوق یورش میبرند، عده‌ای را میکشند و عده‌ای را مثل جمال الدین سعیدی، بهرام نوروزی که به نهاوندی مشکوک شده بودند دستگیر میکنند تا بفهمند چرا به نهاوندی مشکوک شدند و بعد از بازجویی اونها را هم میکشند. روز بعد درگیری ساختگی را در خیابان وسوق اجرا میکنند. در مورد مسئولان کمیته داخل کشور سازمان انقلابی نیز سواک به همین شیوه عمل میکنند، با این تفاوت که مهوش جاسمی و توافچیان از 30 آذر ماه متواری میشوند و سواک اون دو را در روزهای اول دی 55 دستگیر میکنند. بازجویان سواک پس از بازجویی اونها را میکشند و در 8 اسفند همون سال در روزنامه ها می نویسند مهوش جاسمی و معصومه توافچیان در یک برخورد مسلحانه کشته شدند. در نیمه اول دی ماه 55 سواک نه تنها همه اعضای سازمان نهاوندی و کمیته داخل کشور سازمان انقلابی بلکه تعداد زیادی که گفته میشه و تعداد اونها نزدیک به 200 نفر بوده است دستگیر میکنند. سواک برای اینکه سیروس نهاوندی را از مزان اتهام دور کند در اسفند 55 در کتابی با عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایران مدعی شد از مداره که به جای مانده از گرسیوز برومند و خسرو صفایی موفق به شناسایی سازمان انقلابی به رهبری واعظ‌زاده شده است. واعظ‌زاده و نهاوندی با هم ارتباط داشتند و به نظر میرسه حداقل از سال 54 به بعد همفکری و تبادل نظر بین اون دوتا به شکلی بوده که نهاوندی از فعالیت‌های کمیته داخل کشور سازمان انقلابی کاملا مطلع شده است و همین امر موجب شده تا سواک دست کم 3 نفر از اعضای سازمان انقلابی گرسیوز برومند، خسرو صفایی و محمد تقی سلیمانی را دستگیر کند و زیر شکنجه یا پس از آن بکشد. گواه دیگر همکاری تنگاتنگ واعظ‌زاده با نهاوندی ماجرای تهیه فهرست 350 نفری است. آقای باقر مرتضوی در صفحه 35 کتاب سیاوشان در این باره می نویسند واعظ‌زاده با همکاری یکی از اعضای سازمان انقلابی جزوه‌ای به مناسبت مرگ ماوتسون تدوین کرد. در اون زمان امکانات چاپی سازمان سخت محدود بود. قرار شد این جزوه را تنها در میان افراد علاقمند به مسائل سیاسی پخش کنند. به همین جهت سیروس نهاوندی پیشنهاد کرد هر یک از رفقای سازمانی نام 5 نفر از کسانی را که حرف می‌زنند جزو عناصر سیاسی هستند بدهند تا به ترتیبی جزوه را در اختیار اونها قرار دهیم و بدین ترتیب او توانه سیاهی از نام 350 نفر جمع‌آوری کند و قرار شد جزوه مرگ ماو در اختیارشان قرار گیرد. شاهد دیگر همکاری واعظ‌زاده و نهاوندی که نشان میدهد بالاخره از طریق نهاوندی گروه واعظ‌زاده در تور افتاد این است که در سال 54 نهاوندی از واعظ‌زاده میخواهد برای تشکیل کلاس های آموزش تئوریک در سازمان آزادی بخش به او کمک کند. واعظ‌زاده مهوش جاسمی و معصومه توافچیان را مأمور میکند برای تشکیل و اداره کلاس های آموزشی کمک کند. یادم رفت بگم که نهاوندی حتی تلاش میکند با حمید اشرف و بهرام آرام هم رابطه بزنند. احتمالاً
او به اون دو نزدیک شده بود. البته برخلاف اون چه شایع است، نشون کردن بهرام آرام توسط یکی دیگه از پادههای سباک، محمد توکلی خواه، صورت گرفت، نه سیروس نهاوند. سباک بسیار کوشید تا هم پرونده های وی را هم به دستگاه خودش بکشاند و چه آزارها دیدن امثال داوود، نعمت الله ایوز محمدی و ابوالفضل موسوی و حسین رفیعی و رحیم بنانی که نمیخواستند و نمیتونستند روایت امثال رسولی و عزادی را از آن سیاه‌بازی باور کنند. داوود نعمت الله ایوز محمدی از شدت فشار بازجویان تا مرز خودکشی پیش رفت. امیدوارم آقای سیروس نهاوندی که بازجویان برایش نامهای مستعار کریمپور و بیژن افشار و ریزمیزه هم گذاشته بودند، خودش دست به قلم بزند تا روایت بعد از انقلاب بازجویان حرف آخر را نزند و در مورد وی قضاوت ها غبارآلود نباشد و بدتر دیده نشود. به دام افتادن منوچهر حامدی دبیر تشکیلات کنفدراسیون جهانی بعد از تماس نهاوندی که به جان باختن وی انجامید، لو رفتن سمپات های فدایان در شمال، کشته شدن علیرضا الفت و پسر عمویش فریدون از گروه موسوم به انسجام در مجاهدین که نهاوندی با رهنمود سواک بر سر راهشون دام گذاشت، جانباختن فدایی خلق مینا رفیعی که در ارتباط با سازمان نهاوندی در سال 55 کشته شد، جانباختن بهرام نوروزی و جلال الدین سعیدی زیر شکنجه که این دو به دوز و کلک نهاوندی پی برده بودن و میخواستن بقیه را هم بیدار کنن، شهادت جلال دهخان، مسعود صارمی، رحیم تشکری، حمله سواک به خانه تیمی فدایان در محله مرالان تبریز 6 بهمن 1354، اسارت وفا جاسمی و شکوه معصومه توافچیان که در شهرارا دستگیر و در زیر شکنجه های طاقت فرسا کشته شدند، به رگبار بسته شدن پرویز واعظادی مرجانی، خسرو صفایی، گسیرز برومند به دست سواک، چند و چون این وقایع دردناک هنوز اون چنان که باید روشن نیست و توضیح سیروس نهاوندی را می طلبد. خوشبختانه آقای سیروس نهاوندی در قید حیات در آمریکاست و ای کاش حلقه های مفقودی زندان شاه چگونگی دستگیری و ماجرای اون به اصطلاح فرار را تمام و کمال برشته تحریر در آورند تا اگر اون چه در بارش گفتن ناروا و ناحق و اتهام صرف است روشن شود. چه بسا سیروس نهاوندی در آغاز نمیدانسته است که کار به کجاها خواهد کشید. شاید میخواسته دوستانش و فامیلش از اعدام و زندان نجات یابند و به نوعی سر سواکی ها را هم شیره بمالد، اما قضیه برعکس شد. فراموش نکنیم که ما خودمون گل بی عیب نیستیم. کبر و غرور در کمین ماست، در کمین همه است و می توانیم عاقبت به خیر نباشیم. هر کسی قهرمان قهرمانه نیز بالقوه استعداد سقوط دارد، کافیست هوا برش دارد. یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. بلبلی پر شکاری وقت کمر، هر شب آمن بدن دلیل کمر. بلبلی پر شکاری
به آگری شمین دارم چاوره چارنون سی نپیدا مقی به آگری شمین دارم چاوره چارنون Yeah.